نیکوی. سلام علیکم. وقت همه شما بینندگان عزیز بخیر. انشاءالله در هر کجایی که هستید سالم، صحتمند و تندرست باشید. دوستان عزیز، مادر تنها فردی هست که لیاقت و شایستگی تربیت فرزند را داره و بیشترین تلاش خودش را انجام میده تا کودک به بهترین وجه ممکن تربیت بشه و در کنار از او یکی از عوامل مهم در تاثیرگذاری شخصیت فرزند هست. پس باید در ابتدا مادر در مسیر قدم بگذاره که آراسته با تقوا و پرهیزگاری باشه، چون در آینده فرزند از او هم در همین مسیر قدم بگذاره. بنابراین در ادامه برنامه هایی که مربوط به فامیل و خانواده بود، امروز خواستیم که روی تاثیرگذاری و نقش تقوای والدین در روی فرزندان صحبت بکنیم و مهمان برنامه من هم خانم بشری فاضلی هستن. جناب استاد خیلی خوش آمدید. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و تمام بینندگان عزیز، امیده که در این هوای گرم لباس عافیت و تن داشته باشید. ممنون از شما. تشکر از این که در برنامه حضور یافتین و انشاءالله که سالم صحتمند باشین. استاد، به عنوان اولین سوال میخوایم پرسان بکنم که نقش تقوا در زندگی یک مادر چه هست و آیا این تقوای مادر میتونه تاثیرگذار باشه بر فرزندش یا خیر؟ مادر بودن یک وظیفه بسیار سختیه که در کنار خود دشواری‌ها و سختی‌های زیادی در بر داره و میبایست مادر صبر و استقامت داشته باشه تا در مقابل دشواری‌ها و سختی‌ها و ناکامی‌ها او بردباری پیشه بکنه و شکست نخوره و این صبر و بردباری تا رابطه فرد با خدا مستحکم نباشه و ارتباط خود رو با خدا قوی نکنه نمیتونه داشته باشه، چرا که صبر یک موهبه الهیه و برای هر کس داده نمیشه تا ای که ارتباط از او با خداوند متعال قوی و مستحکم باشه و همین ارتباط و وصله از او با خداونده که تقوا و خدا ترسی رقم میزنه، تقوایی که انسان به اوج میرسانه و در دنیا و در آخرت با عزت و سربلند میگردانه. اصلا در اسلام الله متعال بر زن نقش والایی برخورداره و او به عنوان یک موجود و پدیده خیلی عظیمی گفته شده برای از او، چرا که زن نه تنها مادر بلکه در کنار مادر بودن در عین حال وظیفه همسرداری را هم به عهده داره. یعنی باید غمخوار همسر خود باشه، در کنار از او باید با جدیت رفتار بکنه تا بتونه که فرزند خود را تربیت بکنه و اخلاق نیکی داشته باشه تا بتونه که ارتباط نیک با فرزند و شوهر داشته باشه. به اساس وظیفه مادر بودن و وظیفه زن بودن وظیفه خیلی مشکل هست و میطلبه که ارتباط خود در زن با خدا مستحکم بکنه تا از ادای این مسئولیت بزرگ به درآیه. و اما در بحث تقوا دقیقا شما نگاه بکنیم، اطفال کاملا عکس العملی از مادران خود هستند، یعنی چنانچه که مادر صحبت میکنه به روشی که مادر صحبت میکنه به گونه‌ای که مادر صحبت میکنه دقیقاً فرزند هم همون رقم صحبت میکنه و حتی رفتار و کرداری که مادر داره به همون شیوه فرزندم تابع از او هسته. و این منطقیه، چرا که فرزند فقط به مادر خود اعتماد داره و کوشش میکنه بر کسی که اعتماد داره شبیه از او بشه و همینه که همواره تلاش میکنه تا مانند مادر خود باشه. دقیقاً در طرز تفکرات و حالات معنوی هم فرزند کوشش میکنه که مانند مادر خود باشه. اگر مادر مراقبت و نظارت و خدا ترسی در تمام شئون زندگی خود حفظ بکنه و بارها او در زندگی خود تکرار بکنه، بیشک که فرزندم تابع از او میشه و همون رقم خدا ترس و متقی بار میآید. اما برعکس اگر مادر هیچ توجه بر نظارت و مراقبت الله متعال در زندگی نداشته باشه، بچه هم و فرزند هم به همون شکل بار میآید. مثل مو داستان صلاح الدین ایوبی هست که مادر از او از آوان کودکی برای فرزند خود بار تکرار میکرد که تو باید فاتح بیت المقدس باشی و دقیقاً صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس شد. و البته باید گفت که تقوا هم به وسیله عبادات به دست میاد، یعنی یک چیز واهی و یا مقطعی نیه که فرد بتونه اون کسب کنه، بلکه باید عبادت انجام بده و دوامدار. دقیقاً باید عبادات انجام بده تا بتونه که او در کمال درجه تقوا برسه و بتونه که اون مقام متقی بودن به دست بیاره. جناب استاد شما اشاره‌ای داشتین به عبادت، اینکه مادر باید خودش با زینت با زیور عبادت بیاراید، درسته؟ خب چه خوب هست که شما به انواع عبادت هم اشاره‌ای داشته باشین. عبادت در کل به دو قسمه، یک نوع عباداتی هست که باعث زینت دل و جلای قلب میشه، بگونه که حتی اثرات حضور ما در چهره میبینیم. خیلی از افراد همون نور رو، انسان هایی که عبادت گذار هستن از زور میدرخشن. بله دقیقاً، نور از او، اثر عبادت نور از او در چهره نمایان میشه. مثل از اینکه فرد تلاوت قرآن رو داشته باشه، ذکر و تسبیحات رو بگه و هم ای که قیامش رو داشته باشه و مثل از این دیگه انواع عبادت. نوع بعدی عبادات اون عباداتیه که شخص باید از اونا پرهیز بکنه تا از زشتی ها پاک بشه، مثل از اینکه نباید غیبت بکنه و دروغ بگه و امثال از. متاسفانه در جامعه ما امروزه فقط نوع اولی عبادت میگیرن، در حالی که هر کدام از اینا لازم و ملزوم هم دیگرن، باید در کنار هم قرار بگیرم تا فرد به عبادت کامل برسه. و باید به یاد داشته باشیم که ما با یک بار عبادت انجام دادن، با یک بار نماز خواندن و با یک بار ترک غیبت و ترک دروغ گفتن ما عابد محسوب نمیشیم، چرا که باید همواره عبادت داشته باشیم و اصرار در عبادت داشته باشیم. حتی میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ان حب الاعمال الی الله ادومها و ان قل، محبوب ترین عبادت در نزد الله متعال عبادتیه که دوام بیشتری داشته باشه، ولو که اندک باشه، ولو که دور از نماز شب باشه یا یک تسبیح باشه، همین که مداوم باشه، همیشگی باشه، این چیز در نزد الله متعال ارزش داره و محبوب قرار میگیره. و همین که اگر ما این که ما این عبادتی که تلاش میکنیم عبادت رو بکنیم تا هم نفع بر خود برسانیم و هم نفع بر فرزند خود برسانیم، اگر میخواهیم مؤثریت عبادات ما بر فرزند ما بیشتر باشه، باید این مد نظر داشته باشیم که الله متعال در قدم اول به اطفال خود معرفی بکنیم. ما در جلسه گذشته گفتیم که یکی از راهکارهایی که توصیه میشه که ما در هنگامی که جنین در بطن مادر داشته باشه بود که ذکر و عبادت را به طور مثال تلاوت قرآن کریم رو بلند بکنه که طفل از او هم بله بشنه و تاثیرپذیر باشه، مؤثر باشه برای از او. دقیقاً حتی از همو آوانه که جنین در بطن مادر هم هست و تا هنگام طفولیت و تا اینکه بزرگ میشه و بزرگتر میشه، مادر باید که الله متعال برای از او با زبانی که میتونه بفهمه، یعنی نه با زبان فصیح و بلیغی که برای طفل فهم از او مشکل باشه، سخت باشه، نه بلکه با زبانی که کودکانه، با زبان کودکانه که برای از او فهم از او آسان باشه، برای از او بشناسان الله متعال، اخلاق نیکر، اوامر الله متعال و نواهی الله متعال، تا به این وسیله طفل هم به همون رقم بار بیایه، رشد بکنه و معنویت از روز به روز زیادتر بشه. و اگر خدای نکرده باز طفل چیزی که ما میگیم و برای از او میشناسونیم خلاف از او بر مادر ببینه، باز بیشک که او نه تنها که مفید و مؤثر واقع میشه، بلکه خیلی ممکنه ضررهای بیشتر بکنه و طفل جسور بار بیایه و بعداً در آینده از او مشکل زا باشه. به همین خاطر مادرها باید متوجه باشن که گپی که به زبان میگن، قولی که میگن، او رو حتما بالفعل انجام بدن، در عمل از اون اطفال ببینن تا اینکه بتونه قول از اونا وقت مطابق فعل از اونا باشه بر بالای طفل مؤثر بود. اما متاسفانه اکثر فامیل ها میبینیم که به اطفال خود و وعده‌های دروغینی میدن و برای از عمل نمیکنن، یعنی به نحوی همو وعده سرخرمن هست و فکر میکنن خب این طفل هست و متوجه نمیشه، در حالی که طفل هم در شعور داره و متوجه میشه، حتی از ما بزرگترها بیشتر نکته گیر هست، مخصوصا اطفالی که در این زمانه قرار دارن. و اما باید که همه فامیل ها به این مسئله توجه داشته باشن و کوشش بکنن که اگر قرار نیه که عمل بکنن به اون وعده و وعید خود، خب پس وعده ای ندن. حتی میبینیم یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد از اونا خانمی حضور داشت و دست خود دراز کرد و برای طفل خود گفت که بیا در دستم چیزیه و ای بگی. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای از اون خانم گفتن که آیا در دست تو چیزی هست؟ اگر نباشه تو دروغگو محسوب میشی. پس باید خیلی متوجه رفتارهای خوب باشیم که مبادا رفتار ما به کودک ما صدمه ایجاد بکنه و در آینده متضرر بشه. بله بدون شک. و دوستان عزیز، انسان هر چقدر که از لحاظ فیزیکی رشد بکنه و بزرگ بشه، انعطاف پذیری از کاهش پیدا میکنه. همون رقم اطفال هم همین گونه هستن و زمانی که ما اگر به مقایسه بکنیم طفلی که در دوران ابتدایی مکتب قرار داره با یک نوجوان و جوانی که در دوره لیسه و یا هم پاهنتون هست مقایسه ای داشته باشیم، میبینیم که به نحوی تربیت پذیری اون طفلی که در دوران ابتدایی قرار داره بیشتر هست نسبت به نوجوان و جوانچره، چون در سنین نوجوانی و جوانی به اطفال و به جوانان یک نوع غرور کاذب دست میده و اصلا دوست دارن که کسی برای از اونا نصیحتی بکنه و حتی نصیحت نمیپذیرن. پس بهترین دوران برای نصیحت کردن و برای تاثیرگذاری بر اطفال همون دوران کودکی هست و مادران و پدران هر دو مکلف هستند که روی تربیت فرزندان خود در دوران با آغان طفولیت کار بکنن تا که انشاءالله فرزندانی اهل و صالح و سالم به جامعه اسلامی تقدیم بکنن. و جناب استاد، به عنوان آخرین سوال، چه خوب هست که شما به اموری که باید در بد و تولد کودک از لحاظ شرعی فامیل ها انجام بدن اشاره داشته باشه. من فکر میکنم اکثرا فامیل ها در جامعه افغانستان از این امور به دور هستن و عبا میورزن از این امور. بله دقیقاً. اولین بحث تحنیک کردن طفله. بعد از اینکه طفل تولد میشه، حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هست و یک سنت در بین ما نهادینه شده ای هست که کام طفل به وسیله یک خرمایی گور نرم کنیم، خرما رو به کام طفل بگذاریم تا اینکه شیرین بشه. البته نه اون اندازه که باز به طفل ضرر بکنه، به اندازه که همون شیرینی از اون طفل احساس بکنه. و باز اگر خرمایی نبود، بهتر خرما هست، اما اگر خرما نبود میشه که با یک خوردنی شیرینی دیگه مثل آبقند و امثال از او کام طفل شیرین بکنیم. و حکمت از این هست که مادر وقت طفل از او نو به دنیا میایه، او توان و طاقتی که به طفل بتونه که طفل سیر بکنه نداره، در حالی که طفل وقتی به دنیا میایه گرسنه و نیاز به خوردن داره. وقتی اندکی از شیرینی در دهان از او گذاشته بشه، او احساس سیری میکنه و منجر میشه که او از گریه از او کاهش پیدا بکنه، به این وسیله هم طفل قرار بشه و هم مادر از این بابت استرسی نداشته باشه، بله آسوده باشه. و مورد دومی هست که بعد از اینکه طفل به دنیا میایه، در گوش راست از او اذان گفته بشه و در گوش چپ از او اقامه گفته بشه. البته در بحث تحنیک کردن یک مورد دیگه هم که قابل توجه هست این هست که بهتر این هست که کسی که تحنیک میکنه فرد به لحاظ علمیت و به لحاظ تقوا فرد بالایی باشه، دست بالایی داشته باشه. چون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که کسی که طفل تحنیک میکنه، طفل حتما بهره از همو تحنیک کننده خود میبره. یعنی اگر فرد خوش اخلاق باشه و صالح باشه، متقی باشه، طفل بهره از تقوای از او، بهره از اخلاق نیک از او میبره. و دقیقاً اذان و اقامه هم همین رقمه. فرد اذان و اقامه بگه بهتر ای هست، یعنی میشه که پدر مادر یا کسی دیگه اقامه و اذان رو بگه، یعنی خانم ها هم میتونن که اذان و اقامه بگن، میتونن، ولی بهتر ای هست که فرد اذان و اقامه بگه که علمیت از او، درجه تقوای از او، اخلاق و رفتار از او، اخلاق و رفتار نیکی باشه. و حکمت از اینکه اذان و اقامه گفته میشه این هست که فرزند از همون کودکی به الفاظ اذان و به توحید و عقیده راستین و اله بودن الله متعال و بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاه بشه و بشنه و به این وسیله بتونه که در آینده امور رقم عقیده صالح و سالمی داشته باشه. تشکر فراوان جناب استاد، ممنون از حضور شما در برنامه و ممنون از صحبت‌های پرمحتوا و گرم شما. انشاءالله که دوستان عزیز هم بیشترین فایده از صحبت ها برده باشند. و دوستان عزیز، تا برنامه دیگر و دیدار دیگر شما را به الله پاک میسپارم. موفق و شاد باشید. خداحافظ و نگهدار.